سلام، با خبر شش شام خوش آمدید. جمعه 25 حمل 1396 خورشیدی برابر است با 14 اپریل سال 2017 میلادی. در نخست سرخط خبرها، تأکید ماموریت پشتیبانی قاطع بر مؤثریت استفاده از بمب غیرهسته‌ای در ننگرهار. برگزاری سومین دور نشست رایزنی های صلح افغانستان در مسکو. متهم شدن حکومت بر سهل‌انگاری در امر نابودی هراس افغانان. وصل شدن کنر با فایبر نوری و خوشبینی ها از کاهش بهای خدمات مخابراتی. و بیرون کردن 30,000 غیر نظامی سوری از 4 منطقه در حال محاصره. من سید فرید سنایی تا نیم ساعت دیگر میزبان شما هستم. واشنگتن مناسبترین سلاح را در مهمترین زمان برای نابودی داعش در افغانستان استفاده کرد. فرمانده ماموریت پشتیبانی قاطع می‌افزاید آماج قرار گرفتن لانه‌های داعشیان در عشرین ننگرهار در واکنش به هیچ نشست بیرونی نبوده، بل تلاش دارند تا داعشیان را امسال نابود کنند. از سوی هم ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید این حمله در هماهنگی با آنان انجام شده است. بار دیگر ماموریت پشتیبانی قاطع بر زمین گیر کردن داعش در سال 2017 میلادی تاکید می‌ورزد تا افغانستان و کشورهای منطقه از شر این گروه نجات یابد. جنرال نیکلسن می‌گوید استفاده از این بمب در مناسب‌ترین زمان انجام شده است. این سلاح مناسب و در زمان مناسب بود که برای برداشتن موانع از سر راهمان استفاده شد. تا هراس افغانان در شرق افغانستان آسیب جدی تا هراس افغانان را در شرق افغانستان آسیب جدی بزنیم. برای نابودی تمام گروه های هراس افغان نیاز است تا تمامی گروه ها مشمول کشورهای منطقه همکاری کنند. نگرانی های وجود دارد که این حمله در واکنش به تحولات منطقه‌ای پسین انجام شده است، اما فرمانده ماموریت پشتیبانی قاطع هدف نهاییشان را نابودی داعش عنوان می کند. این عملیات از پارسال جریان داشت و موردی نیست که ما تازه آن را آغاز کرده باشیم. استفاده این سلاح بر بنیاد نیازمندی های تکتیکی صورت گرفته است و این حمله در واکنش به هیچ نشست بیرونی نیست، بلکه هدف ما نابودی گروه داعش بود. حکومت افغانستان میگوید این حمله برای نابودی لانه های مستحکم داعش و در هماهنگی با آنان انجام شده است. ما حمله های زمینی برای تصرف ساحات را اندازی کردیم، ولی این ساحا هم ساحای سخت و دشوار بود، استحکامات قوی ایجاد کرده بودند اونا. من موافق نشوم چې داسې مده زمکه لاندې ونیسو او یا یې د شپې د عملیاتو په واسطه رسه داسې مده ونیسو، نو لازم وګڼل شو د دې لپاره چې دا تونلونه له منځه لاړ شي، د دوی د مستحکمې موضعګانې له منځه لاړې شي، د دې نوه سلات څخه یا د دې بم نه استفاده وشوه. شام دیروز نظامیان امریکایی برای نابودی داعشیان در ولسوالی اچین ننگرهار بزرگترین بم غیر هسته‌ای را به کار گرفتند. گفته می شود از اثر این حمله هوایی دست کم 36 جنگجوی داعشی از اثر آن نابود شدند. کاربرد بزرگترین بمب غیر هسته‌ای امریکا در ننگرهار واکنش های جدی داخلی و جهانی را به همراه داشته است. حامد کرزی جمهور پیشین افغانستان این حمله را وحشیانه و نقض آشکار حاکمیت ملی و محیط زیست دانسته است. از سوی هم رئیس جمهور آمریکا نیز استفاده این بمب غیر هسته‌ای را در افغانستان ماموریت موفقانه بداند. کاربرد بزرگترین بمب غیر هسته‌ای آمریکا در افغانستان واکنش های گوناگونی را در پی داشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا استفاده بمب غیر هسته‌ای در افغانستان را موفقانه دانسته است. این کار ما یک اقدام موفق بود. از آنجا که ما بزرگترین نیروی نظامی جهان را داریم، من دستور این حمله را دادم. اگر دلی او گروپونش در افغانستان په داخل کې، اگر خارجی دلی او گروپونش در افغانستان په داخل کې، دوی حمایت کی اوی بد منځ یول شي. د ننګرهار د تیر شپې حمله د دې یو ښه مثال و. اما حامد کرزی رئیس جمهور پیشین استعمال بزرگترین بم غیر هسته‌ای امریکا در ننګرهار را وحشیانه دانسته است.
استفاده از بزرگترین بمب غیر اتمی بر خاک افغانستان از سوی نیروهای آمریکایی نقض آشکار حاکمیت ملی سرزمین و محیط زیست می باشد. نبرد آمریکا در برابر حراس افغانان نیست، بلکه بهانه برای استفاده از خاک افغانستان به حیث آزمایشگاه تسلیحات جنگی کشتار جمعی می باشد. سفیر افغانستان در پاکستان نیز از پرتاب بزرگترین بم غیرهسته‌ای آمریکا در ولسوالی چین ننگرهار انتقاد کرده است. اگر مشکل افغانستان با استعمال این بمب‌های مهیب حل می‌شد، اکنون افغانستان مسئول‌ترین مکان دنیا می‌بود. این واکنش‌ها در حال مطرح می‌شود که شام دیروز نیروی آمریکایی بزرگترین بم غیرهسته‌ای را در روستای ممندره در سایه اسدخیل ولسوالی چین ننگرهار در شرق افغانستان پرتاب کردند. امروز مسکو میزبان نشست گفتگوهای صلح در پیوند به افغانستان بود که رئیس پالیسی و استراتژی وزارت خارجه کشور به نمایندگی از افغانستان در آن نشست حضور پیدا کرد. مسئولان حکومت وحدت ملی می‌افزایند آنان تلاش خواهند کرد تا با استفاده از این فرصت کشورهای منطقه را متقاعد کنند تا از گفتگوهای صلح به رهبری افغان‌ها پشتیبانی نمایند. امروز روسیه میزبان سیومین نشست گفتگوهای صلح افغانستان در مسکو بود. در این نشست از کشورهای ایران، هند و چند کشور آسیای میانه نیز دعوت شده است. مسئولان ریاست اجرای هدف این نشست را جلب توجه کشورهای منطقه از بهر پشتیبانی از روند گفتگوهای صلح بر رهبری افغانستان می دانند. هر دول حدث تلاش او کارچی در افغانستان در صلح به خاطر کیجی هغه باید در افغانستان در حکومت او خلکو در پروگرامون و اوتره مطابق. سخنگوی وزارت خارجه روسیه موقف کشورش را در این زمینه چنین بیان می کند. شما می دانید که ما یک گفتمان باز را برای انداختیم و در آن از امریکا نیز دعوت کردیم تا در تلاش های مستمر ما در پیوند به افغانستان و امنیت این کشور و وضعیت منطقه در عموم سهم بگیرد. ما همواره بر گفتگوهای سازنده با شرکای من آرزومند بوده ایم. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید آنان برنامه برای اشتراک در این گفتگوها را ندارند، اما تاکید میکند که گفتگوهای صلح میان افغانستان و طالبان تنها از راه گفتگوها حل میشود. ما برنامه داریم تا با روسیه و دیگر طرفها برای دستیابی به نتایج مثبت گفتگوهای صلح افغانستان کار کنیم و قابل یادآوری است که یگانه راه برای پایان دادن به تنش‌ها در این کشور مشخصا از طریق گفتگوهای صلح میان طالبان و حکومت افغانستان ممکن است. پیش از این نیز روسیه در ماه‌های گذشته چنین نشست‌هایی را در پیوند به گفتگوهای صلح افغانستان برگزار کرده بود، اما این دومین بار است که نماینده از افغانستان در این گونه نشست‌ها حضور پیدا می‌کند. با مشخص شدن خطوط اساسی گفتگوهای صلح، حکومت افغانستان آرزومند است که جهانیان صادقانه از این روند پشتیبانی کنند. سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی می‌افزاید در این راهبرد تمامی جوانب که منجر به تامین صلح در کشور شود گنجانیده شده است. از سوی هم ریاست جمهوری از جهانیان می‌خواهد صادقانه در روند گفتگوهای صلح افغانستان گام بردارند. یک روز پیش حکومت افغانستان خطوط اساسی گفتگوهای صلح را با نماینده‌های آمریکا، جرمنی، کوریا و سازمان ملل متحد شریک ساخت. اکنون شورای امنیت ملی از جهانیان می‌خواهد از روند گفتگوهای صلح کشور پشتیبانی کنند. در طول و هوا ابعاد و در طول و هوا تدابیر و پالیسی و استراتژی و مجموعه‌اش به افغانستان که رسول منجر کی کتابند بده که ملی اجماع بده که بین النهادی داخلی همکاری بده که منطقی همکاری و بده که نړیوال همکاری شامل. اما این خطوط چه ویژگی هایی دارد که منجر به تامین صلح پایدار در افغانستان شود؟ نړیوال ټولنه مغز چې بده مجلس کې وعده وکړه د دې اساسي خطوطو په حمایت سره په افغانستان کې د سولې او ثبات د تامین لپاره د تل په څیر خپل ښه نیت په عمل کې زنگیش پخوا کری ثابت کی. ریاست جمهوری کشور بار دیگر از جهانیان می خواهد تفکیک میان حراس افغانان خوب و بد را کنار بگذارند تا منطقه به ثبات پایدار دست یابد. زمانی که ما این تفکیک از بین ببریم و در برابر تمام پدیده‌ای که به صورت می کنم بدون شک که تمام کشورها شاهد یک ثبات هستند. ولی تا هنگامی که عوامل بازدارنده مشمول مداخله های منطقه‌ای در افغانستان پایان نیابد، آیا این کشور به صلح دست خواهد یافت؟ برای آمریکا بفهمانه که سالها در اینجا خود جنگید، ولی تا زمانی که بالای پاکستان فشار نبیاره مراکز عمده در اونجا خوشتش به صلح نمیرسه. خارجی ها خودشان در برخی موارد بیشتر شامل جنگ و جنگ افروزی و بی‌ثباتی در داخل کشور بودن. از این لحاظ من فکر میکنم ار نو
بازی با تنها با خارجی ها و با کشورهای خارجی بدون شکی خودش میتونه پرسش برانگیز باشه. حکومت افغانستان در حال بر همکاری های منطقه‌ای تاکید می‌ورزد که رئیس جمهور غنی در نشست خبری پدیده هراس افغانی را غده سرطانی پنداشته بود و از دامنگیر شدن کشورهای پشتیبان هراس افغانان به این پدیده هشدار داده بود. افغانستان کارخانگیش را در مبارزه با هراس افغانان انجام می‌دهد و جهانیان نیز باید سهمشان را در این روند ادا کنند. سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهوری می‌افزاید کشورهای منطقه نباید قربانی افغان‌ها در رویارویی با هراس افغانان جهانی را نادیده گرفته و بهانه‌جویی کنند. یک روز پیش رئیس جمهوری روسیه ابراز امیدواری کرد که ناامنی‌های افغانستان سبب نگردد تا مسکو مجبور به استفاده از گزینه‌های نظامی شود. هشدار تازه مسکو از بهر افزایش تهدیدهای هراس افغانانه از جغرافی افغانستان. ولادیمیر پوتین یک روز پیش ابراز آرزومندی کرد که این تهدیدها سبب سرازیر شدن نظامیانش به افغانستان نشود. اکنون رئیس جمهوری کشور بر انجام کارخانگی هایش تاکید کرده و از کشورهای منطقه می خواهد سهمشان را در روند نابودی هراس افغانان انجام دهند. مسئولیت همه کشورها هست که در برابر این پدیده مبارزه کنه. در داخل افغانستان نیروهای امنیتی افغانستان این مسئولیت داره که تا به طور سوم مبارزه کنه و کشورهای دیگه هم در حوزه های نفوذ و در کشورهای خود با این پدیده مبارزه کنه. اما نبرد بظاهر با هراس افغانان جهانی در افغانستان چه ابعادی دارد؟ افغانستان در خط اول مبارزه با تروریسم و در این راستا افغانستان قربانی های زیادی داده. ما با چند گروه و حلقه تروریستی مواجه هستیم که حلقه داخلی هست، حلقه های منطقه‌ای هست و حلقه های فرا منطقه‌ای هست. باورها بر این است که هنوز هم واشنگتن و مسکو در حال تقابل منافع هستند و برای رهایی افغانستان از این وضعیت پیشنهاد می شود تا این تقابل منافع کنار زده شود. مسئله افغانستان زمینه ای است برای همگرایی بین آمریکا و روسیه که گذار از مرحله جنگ و تقابل به یک مرحله همگرایی و تعامل، یا اینکه تقویت یک فرهنگ حل مشکل در افغانستان تا زمینه برای تعامل مساعد شود یا تقابل. ولی چرا مسکو به یک بارگی تلاش دارد تا وضعیت افغانستان را ناهنجارتر از گذشته جلوه دهد؟ روسیه با متحدینی که داره در تلاش عزیز که جنگ ها را که پلان به اصطلاح دشمنان افغانستان کشیدنش در نقاط شمال و سمتای بدخشان و قندوز ایناست، میخواید در واقع یک نوع بحران زنی را از خود دور بکنه و این بحران را بیتو به استقامت به اصطلاح جنوب و جنوب شرق افغانستان. یک روز پیش معاون دوم رئیس جمهوری پیشین کشور حکومت وحدت ملی را مکلف و جلوگیری از تداوم نبردهای نیابتی دانست و بر همگرایی ملی برای پایان این بحران در کشور تاکید کرد. سهل‌انگاری حکومت در تأمین امنیت سبب افزایش بی‌اعتمادی مردم بر نظام کنونی شده است. مسئول بخش افغانستان در سازمان عفو بین‌الملل می‌افزاید ناهنجاری‌های امنیتی سبب شده تا شهروندان کشور گواه بی‌ثباتی باشند. به باور این مسئول سازمان عفو بین‌الملل، برخورد سلیقه‌ای حکومت در راستای مبارزه با فسادداری اعتماد نظام نزد جامعه جهانی را صدمه زده است. آتش نبرد که از چند سال به این سو در بیشتر از 20 ولایت کشور زبانه می کشد، حالا عامل بنیادی کاهش اعتماد مردم بر حکومت دانسته می شود. به تازگی مسئول بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل می گوید سهل‌انگاری های حکومت در تامین امنیت سبب شده تا از اعتبار رهبران حکومت وحدت ملی کاسته شود. به خاطر از بین بردن ریشه های ناامنی در افغانستان، متاسفانه دولت افغانستان ناکام بوده و اینا تمامشان دلایل میشه که مردم هم از دولت ناامید شوند. افزون بر آن، باورها بر این است که مبارزه نامتوازن در برابر فساد اداری عامل برای کاهش اعتماد حکومت نزد جامعه جهانی شده است. دغدغه جامعه جهانی از موجودیت فساد گسترده در دستگاه دولتی است. برخورد سلیقوی رئیس جمهور و تیمش در مسائل مبارزه با فساد است و همچنان برخورد سلیقوی در قضایای معافیت هست. معاون رئیس جمهوری پیشین نیز با انتقاد از برخوردهای سلیقوی رهبران هشدار می‌دهد که ادامه این روند بر ریشه های حکومت آسیب می‌زند. تبعیض قومیت، گرچه من هنوز هم به تبعیض قومیت معتقد نیستم، تبعیض داره بازی ها که در داره این است که در داره آن است، که در جمع این است که در جمع آن است. اما حکومت افغانستان بر مبارزه جدی با فساد پیشگان در بدن این نظام تاکید دارد. ما در این بخش پیشرفت داشتیم،
ما پیشرفت داریم و این پروسه دوام پیدا میکنه. مبارزه فساد نه تنهایی که یک نیاز است، نه تنهایی که یک خواست از مردم افغانستان است، بلکه به خاطر بقای افغانستان یک بحث اساسی است که برای ما ارزش دارد. انتقادهای جدی در راستای مبارزه با فساد اداری این است که حکومت ها هنوز افراد بلندپایه‌ای که وابسته به حلقه های سیاسی اند را به کیفر نرسانده و در این راستا برخوردهای سلیقه‌ای را انجام میدهد. رسیدگی به چالش های پناهجویان جزی از مکلفات های حکومت است. برخی از نهادهای مدافع حقوق بشری در افغانستان با نگرانی از وضعیت بد پناهجویان افغان در اردوگاه های پناهجویی در اروپا به ویژه یونان خواستار رسیدگی جدی حکومت به چالش های این پناهجویانند. شکیب مولایزاده با جزئیات بیشتر. وضعیت ناهنجار پناهجویان افغان در یونان و برخی از کشورهای اروپایی شاید کمتر شهروند این گونه تلخکامی ها را برای رسیدن به اروپا پیش بینی کرده باشد. نهادهای حقوق بشری وضعیت پناهجویان افغان در اروپا را نگران کننده دانسته و رسیدگی نشدن به وضعیت آنان را قابل تعامل نمیدانند. هغه هیوادونو که چه عقید مهاجرون د کنوانسیون غړي دي، هغه هیوادونه چې عقید بشری حقوقو د نړیوال کنوانسیون غړي دي، دغه هیوادونه اوس د دوی هغه مسالم حقونه چې دی هغه تر پولاندې کوي. با باور فعالان مدنی حکومت مکلفیت هایش را در پیوند با وضعیت این پناهجویان ادا نکرده و سیاست های کج و پیچداری را در برابر آنان عملی میکند. دیپلماسی ضعیف افغانستان در راستای دفاع از حقوق شهروندانش در کشورهای اروپایی با مهاجرپذیر باعث شد که نوعی مهاجرین افغانستان رو فریب بدن کشورهای میزبان و در پی از این بودن که چطور فقط اینها را از مرزهای خود دیپورت کنند. در یونان حکومت افغانستان هیچ نمایندگی سیاسی ندارد تا به وضعیت پناهجویان کشور رسیدگی شود، در حالی که وزارت مهاجرین و عودت کنندگان بر گشایش نمایندگی سیاسی در این کشور بارها تاکید کرده است. دفتر نمایندگی سیاسی اوجا ایجاد شود و ما تلاش داریم تا یک نماینده مهاجرین هم در تشکیل او دفتر باشد تا بتانیم از نزدیک به مشکلات مهاجرین در یونان رسیدگی صورت. پس از سرازیر شدن بیش از 250,000 شهروند کشور به اروپا، اکنون انتظار می رود شمار زیاد آنان دوباره به کشور برگردند. موردی که از همین اکنون نگران کننده و تهدیدآفرین برای امنیت ملی افغانستان پنداشته می شود. خبرهای اقتصادی پس وقفه کوتاه تقدیم می شود. با ادامه خبرها خوش آمدید. روز گذشته ولایت کنر به شبکه فایبر نوری وصل شد. مسئولان وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در مراسم گشایش این پروژه از کاهش بهای اینترنت و خدمات مخابراتی در شرق کشور خبر داده و افزودند که این پروژه نه تنها روند آموزش را بهبود خواهد بخشید، بلکه زمینه حکومتداری برقی را در کنر نیز فراهم کرده است. پس از جلال آباد در شرق کشور، کنر به فایبر نوری وصل شد و به زودی فایبر نوری از طریق کنر به پاکستان و چین وصل خواهد شد. مسئولان وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگویند با وصل شدن به فایبر نوری چین، بهای اینترنت و خدمات مخابراتی در کشور بی پیشینه کاهش می‌یابد. به گفته این مسئولان، به زودی ولایت‌های پکتیا، پکتیکا و خوست در شرق کشور نیز به فایبر نوری وصل خواهد شد. من به فایبر نوری به پروژه پر تعقیب سره منتظر تا د څلور جی، دری جی او ټو جی خدمات دا هم کیفیت خدمتي او خدمات ارزانه کیږي. نمایندگان مردم کنر میگویند شماری از جوانان دختر و پسر کنر که به دلیل سنت‌های رایج و پایین بودن اقتصادشان نمیتوانند به دانشگاه‌های داخلی و خارجی به تحصیلات بروند، حالا میتوانند از طریق اینترنت دانششان را افزایش دهند. هیچ جهت دا اجازه ورنکو چیز منگا پیشرفتونه چی پرمختک شویده، سین کشاب شویده، چی پاگه که زن رامنسته کی. والی کنر گشایش فایبر نوری را در کاهش فساد اداری و سرعت بخشیدن کارهای دولتی اثرگذار دانسته و میگوید تلاش می‌ورزند حکومتداری برقی را از این طریق فراهم کنند. متاسفانه دیمون پزیاتر اولسوالایی که یوه او یادوه مخابراتی شرکتون فعالیت کوی در حالی که چه هست نوه ستونزه نشته. به گفته مسئولان وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، لین فایبر نوری از ولایت ننگرهار به درازای 69 کیلومتر به مرکز کنر رسیده است که 3 میلیون دلار هزینه برداشته است.
بیش از 60,000 سبزخانه در ولایت فراه ایجاد شده است. کشاورزان در فراه میگویند روزانه نزدیک به 700 تن بادرنگ از این سبزخانه به بازار انتقال می شود. مسئولان ریاست زراعت و مالداری این ولایت میگویند در جریان یک ماه آینده تولید بادرنگ به 1,000 تن خواهد رسید. تولید بادرنگ در فراه به شدت در حال افزایش است. مسئولان ریاست زراعت فراه میگویند افزون بر گلخانه و زمین‌های عادی 60,000 سبزخانه در این ولایت ایجاد شده است که در آن بادرنگ، بادنجان رومی، مرچ و سبزی‌ها کشت شده است. این مسئولان از تولید نزدیک به 1,000 تن بادرنگ در روز در این سبزخانه‌ها تا یک ماه دیگر خبر می‌دهند. الحمدلله از مج روزانه تولیدات دا اوس تقریبا شپږ تر وسه چونه دی او ډیر ژر به دا وزر چونه ته از مج روزانه تولیدات ورسیږي. کشاورزان فراه از افزایش سبزخانه ها و بهبود اقتصادشان سخن میزنند، اما می افزایند اگر بازار مناسب فروش فراورده های کشاورزی فراهم شود، نه تنها زندگی آنان بهتر خواهد شد، بل زمینه هزاران شغل دیگر نیز در این ولایت ایجاد خواهد شد. تا الکی مشکل کشاورزان نشیده به طوری که ما می خواسته بادرن خیلی ارزون قیمت. کارشناسان در بخش زراعت اقلیم فراه را برای ایجاد سبزخانه ها بسیار مناسب دانسته و میگویند اگر سردخانه ها و بسته‌بندی فراورده های کشاورزی ایجاد شود، وضعیت اقتصادی باشندگان فراه بیشتر از پیش بهبود می‌یابد. اوس کدام مشت سرخانی په افغانستان کې ولر په هر ولایت کې ولر د فراه نه انتقال سي رات کندهار ته کابل ته بل شیر انتقال سي په اسانه توګه موږ د متنان د شریان ټول سوای چې د دې میونه په څو ډیر اوږده وخت استفاده وکړي. باشندگان فراه میگویند اگر بند بخش آباد این ولایت به بهره برداری برسد، نه تنها فراه به ولایت نمونه در بخش کشاورزی در کشور مبدل خواهد شد، بل میزان بیکاری در این ولایت به گونه چشمگیر کاهش می‌یابد. خبرهای خارجی لحظات بعد، اما قبل از آن با ادامه خبرها خوش آمدید. روند تخلیه نزدیک به 30,000 غیرنظامی از 4 منطقه زیر محاصره نیروهای دولتی سوریه آغاز شده است. بر مبنای گزارش ها این اقدام در چارچوب توافقنامه صورت میگیرد که با میانجیگری ایران و قطر به دست آمده است. این در حالی است که درگیری ها میان نیروهای دولتی و گروه های مخالف سوریه در حومه شهر دمشق ادامه دارد. کره شمالی امریکا را متهم به ایجاد جنگ در شبه جزیره کره می کند. بر مبنای گزارش ها هانگ سانگ روبل معاون نخست وزیر کره شمالی گفته است که رئیس جمهوری امریکا با فرستادن کشتی های جنگی به شبه جزیره کره این منطقه را در خطر بروز جنگ قرار داده است. این در حالی است که یک گروه از کشتی های جنگی امریکا چند پیش به سوی شبه جزیره کره در حرکت بود. سازمان جاسوسی آمریکا یا CIA سایت افشاگر ویکیلیکس را متهم به خدمت برای روسیه کرده است. بر مبنای گزارش‌ها مایک پومپئو رئیس این سازمان گفته است که سایت ویکیلیکس بر ضد آمریکا فعالیت‌های خصمانه انجام می‌دهد و از سوی روسیه مورد بهره برداری قرار می‌گیرد. این سایت همواره اسناد سری آمریکا را افشا می‌کند. و اثر تصادم یک بس مسافربری با یک تانکر مواد سوختی در مناطق جنوب غربی مکزیکو دست کم 24 تن جان باختند. بر مبنای گزارش ها پس از تصادم دو موتور تانکر مواد سوختی منفجر شد و بیشتر قربانیان نیز از اثر سوختگی حاد جان باختند. پلیس شهرها در مکزیکو گفته است تا اکنون علت این تصادم روشن نیست و تحقیقات در این باره ادامه دارد. خبرهای ورزشی هم پس از وقفه کوتاه تقدیمتان می شود. و این هم چند خبر از جهان ورزش. در ششم ماه جون تیم ملی فوتبال افغانستان در رقابت‌های راهیابی به جام ملت‌های آسیا قبل از تقابل با تیم ملی فوتبال کمبودیا
در یک دیدار تدارکاتی به مسافه تیم فوتبال مالدیو می رود. شیران خراسان برای راهیابی به 24 تیم فوتبال برتر آسیا باید 6 رقابت رفت و برگشت را با تیم‌های فوتبال کامبودیا، اردن و ویتنام انجام دهد. ملی‌پوشان کشور در نخستین دیدار این بازی‌ها که در کشور تاجیکستان برگزار شده بود توانست در برابر حریف خود ویتنام 1-1 به تساوی رضایت دهد. کریستیانو رونالدو بازیکن تیم فوتبال ریال مادرید و لیون مسی ستاره تیم فوتبال بارسلونا در صدر جدول بهترین گلزنان تاریخ لیگ قهرمانان اروپا قرار دارند. رونالدو و مسی می توانند به نخستین بازیکنان مبدل شوند که 100 گل در تاریخ لیگ قهرمانان اروپا به ثمر می رسانند. تا اکنون 41 بازیکن موفق شدند که تعداد گل‌هایشان را در تاریخ لیگ قهرمانان اروپا در سال‌های نزدیک به ثبت برسانند. و گرت بیل بازیکن تیم فوتبال ریال مادرید دچار مصدومیت عضلاتی شده است. این ستاره ولزی در دیدار با بایرن مونیخ در ترکیب اصلی تیمش حضور داشت و در دقیقه 58 به دلیل مصدومیت از میدان بازی خارج شد. ریالی ها در حال حاضر با مصدومیت پپ گرت بیل وارون در خط دفاعی خود با مشکلات زیادی روبرو هستند. و این هم وضعیت هوای فردای کابل و چند شهر دیگر کشور. این بود خبرهای این ساعت. تقدیمتان شد. متشکرم از توجه و همراهیتان. اوقاتتان خوش. خدا نگهدار.